امروز ششم جد چلی اکمین سال روز حمله نیروهای شوروی به افغانستان می باشه که تجلیل شد از ای و یاداوری شد و همگی گفته شد در موردش که چلی سال هست که گذشت ایروز و افغانستان با مو آرامی و امنیت و صلح صفایش هر روز در حال نزدیک شدن است و هر روز امیدهای ما نزدیکتر میشه به یک ما بتانیم صلح واقعی یک افغانستان واقعا استقلال یافته در نظر بگیریم من میزبان هستم مشتبا جان دقت عضو روند سبز و همچنان فعال مدنی با ما همراه هست و قرار صحبت های در مورد داشته باشه سلام صحبتان بخیر خوش آمد در برنامه سلام خدمت شما خدمت بینندگان عزیزتان تان تلویزیونی یک امروز ششم جدی است یک روز سیاه است در تاریخ افغانستان پیش از اینکه من بخواهم در این رابطه صحبت کنم ما اتاف دعا می کنم بر خانواده مدبات افغانستان خانواده جامعه مدنی افغانستان که متاسفانه در یک ماه پس تعدادی از عزیزان خود را دست دادیم اما در رابطه به شش جدی باید عنوان کنم که متاسفانه در قدرت های بزرگ افغانستان خود کشورش ارزش نداشت موقعیت استراتژیک افغانستان ارزش داشت افغانستان از نقطه نظر سیاسی اقتصادی برای کشورهای بزرگ برای های بزرگ همیشه مورد منازعه بود ما جدا از حمله انگلیس ها حمله روس ها به افغانستان و حالا که حضور امریکایی ها هستن مطابق موافقت نامه در گذشته پادشاهان متحدد به افغانستان لشکر کشی کردند. افغانستان وصل کننده جنوب آسیا با آسیا میان است در شش جدی که در سال 1358 صورت گرفت نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و افغانستان را اشغال کردند متاسفانه حاکمیت ملی ما را از بین بردند شیراز نظام ما از هم پاشید میلیون شهید دادیم میلیون ها مهاجر دادیم و ما نتونستیم امروز متاسفانه 41 سال از او حادثه میگذره ما ده به او زمان فاصله داریم و در واتش جنگ می سوزیم و این جنگ بدبختی متاسفانه سراغادش از مو کودتای ننگین هفته سر شروع شد و همچنان عملی تجاوز شورایی به افغانستان که آرامش یک نظام آرامش خانواده را و نشیرازی نظام در افغانستان از هم پاشند متاسفانه با این حمله خیلی آرام خیلی ها خیلی از کسایی که در افغانستان بودن آرامش خود را از دست دادن و تا حال کسان هستند که حتی آرامش که چلی یک سال پیش از دست داده دیگه به دست ناوردن ولی با همین کودتا و با همین حمله نیروهای شوروی در افغانستان چی تغییرات آمد اینجا چی باقی مانده هنوز هم از روزهایی که متاسفانه خاطرات بسیار بد و سیاهی است بر ما البته در رویدادهای سیاسی وقتی در کشور اتفاق میفته به زمینه های می داشته باشن. ما در زمان شاهید محمد زایشا دهی قانون اساسی افغانستان داشتیم که تلایی تا این دوره را از لحاظ تاریخی پاو میگن دهه 1343 تا 1353 که یک دهه قانون اساسی دموکراسی نهادی نشد احزاب تانستان شکل بگیرند صدازم بود حکومت مدلقه به حکومت مشروطه که صدازم بود احزاب فعالیت های احزاب سیاسی بود ای باعث شد که زمین اساسی شود برای از کودتا و برای از حمله روسا به افغانستان احزاب متعدد در افغانستان شکل گرفت جریان های مختلف چیز بخش جان دانشگاهی بود چه بر بخش کاملا آمدن احزاب را ثبت کردن که نو ثبت تاریخ افغانستان هستند بعض از وقت تابال ادامه داره بعض اون رفتن پس از اینکه ام پروژه خلاص شد از بین رفتن حزب خلق و پرچم افغانستان که در سال 1343 تاسیس شد آمد و همراه نظام کار میکرد کدرهای داخل نظام داشت در کودت های 26 سرطان که سردار محمد داود خان به حاکمیت در کودت های سفید بدون خونریزی حاکمیت شاهی را تبدیل به جمهوری کرد اینجا یک نقص صورت گرفت حالا سردار محمد داود خان در لوی جرگه برای مردم نفهمان که وقتی من رئیس جمهور هستم به اساس رأی هستم پنج سال بعد تغییر می انتخابات میشه تو ما که تا حال تاریخ مطالعه میکنم همین نیافتیم که چه دیدگاهی را برای مردم را این دیدگاه گانگ من. وقتی که جمهوریت شکل میگیره در قانون جمهوریت در تمام کشورها من دوره رئیس جمهوری چهار سال پنج سال و شش سال میباشد ای برای مردم افغانستان مفهومش بیان واضی بیان نشد در اینجا احزاب متعددی هم جنای راست هم جنای چپ شکل گرفت و اونها به خاطر وقتی شکل میگیره بزرگترین خواستش بهترین خواستش رسیدن به قدرت سیاسی است اینا در داخل نظام بودن همراه با دکتر سردار محمد داوود خان حکومت زایشا را ساقط ساخت ساختن نظام جمهوری شکل دادن در ارتش افغانستان در دانشگاه های افغانستان در وزارت افغانستان سمت های کلیدی را داشتن اینا در سال 1357 متاسفانه یک کودتای خونین صورت گرفت باشن و تانستن که حاکمیت سردار محمد داود خاتمه بخشند و به حزب خلق پرچم افغانستان به سه تقسیم میشن رده پیرو و عام مردم افغانستان کونا بیشتر در ادارات دولتی کار میکنن رده کدرای است بودن که طبقه متوسط بودن رده رهبری حس در از طریق رده رهبری متلاشی شد چون اختلافات قومی زبانی سمتی باعث شد که اینا بین خود هم نباشند حتی بهترین دوستاشون که وقت به قدرت میرسن یکی دیگر ترور کردن و این زمین اساس شد که آقای عفیر الله امین که وقت در قدرت بود استادش که نور محمد تلکی را کشت و خودش به که قدرت رسید از شوروی که با اونا قبلا در ارتباط بود درخواست کرد که بیا به افغانستان لشکر کشی کنه و میشه روزها را دوست خطاب میکرد اما کشتار تا... تا... تایر بدخشی مولانا باعث و دیگر کدرا هست باعث شد که یک کینا و عداوت بین رفقای حزبی به وجود بیا دیر دل سرد ساخت آقای کارمل که رهبر حزب دموکراتیک بود بعد از امین به قدرت رسید تبیید شد و او آمد آ... اصل خواسته که روسا داخل افغانستان بکنه از امین بود اما کارمل در تاشکند در ازبکستان از طریق از رادیو اعلان کرد که رئیس جمهور ما آمدن امین نکشتن و شش جدی هم از هوا هم از زمین که های حیرتان داخل کابل شدند متاسفانه این حمله بسیار ننگین بود حاکمیت ملی ما از بین رفت شیرازی نظام از بین رفت میرون ها مهاجر شد ها نفر مکمل از بین رفت و حزب هم تبعات مثبت خدا داره هم تبعات هم منفی خدا داره چون حمله مطابق خاص اراده مردم افغانستان صورت نگرفته بود اینا وارد کشور شدند همه مردم علی خود خیستان و اونجا آزادی تک حزبی بود هر کسی که مخالف اسم می بود باید کشته می شود. باید میره و پلچرخی در پولیگان خفه می کشته آزادی به آزادی بیان وجود نداشت عدالت وجود نداشت قضا وجود نداشت و بدون محکمه می مردما مردم ها می کسی که فعالین آزادی خواه بودن اونا را یا تبیید می یا میکشند اینا یا بیشترشون مواجه شدن یا رفتن در مقابل صف مخالف پیوستند و جنگ شدت بخشید البته ردی متوسطی که قبلا اضافه کردم یادواری کردم حزب خلق پرچم خدمات شایان ره هم در بخش فرهنگ افغانستان هم در بخش ادبیات افغانستان هم در بخش ارتش افغانستان انجام داده از اون دوره کس هیچ کسی نمیتونه را ظالمانه قضاوت کنه اونها کارهای خود انجام دادن اما رده رهبری نتونستن شیرازی نظام حفظ کنن و بتونن مفکوره حزبی را به شکل مدنیش برای مردم بفهمانن زمین اصلا دادی شد که وقت ترکی آمد بعد از امین آمد بعد از کارمل آمد بعد از کارمل آقای نجیب آمد و بعد از سال سیزفتاد یک مجاهدین پیروز شد و او هست او برنامه و حاکیمت شوروی در افغانستان خاتمه بخشید و متاسفانه نه تنها که ما تانستیم بر جنگ پیروز شویم استقلال خود حفظ کنیم اما بر سال پیروز نشدیم و زمین ساز تجاوز سیا از طرف پاکستان شد که دو تجاوز هم سرخ هم سیا سیا از پاکستان سرخ از اتحاد جماعی شوروی افغانستان را تبدیل به کشتارگاه کرد حزب تجاوز سرخ آمد مردم گلو گلو برد بدون محکمه کشت و تجاوز سیاه پاک... پاکستان آمدن و اصلا به نظام معتقد نبودن مم. همه چیز دیدن با باور خودشان معتقد نبود اونها را کشتن مم. و حتی مطابق با باورهای خودم حرکت نکردن وقتی می دیدن که یک نفر خلاف از حرکت میکنه او را هم میکشتن و ما متاسفانه تا امروز که سال 1399 از او حادثه شش جدی چلی یک سال فاصله داریم از از پنج میزان 70 و از که دکتر نجيب هم چهی چختن ۶ سال 27 سال فاصله داریم دراتش جنگی سودیم متاسفانه ولی یعنی جوان ها و کسهایی که فعلا آمدن مثل جناب مشتاق دقت و دیگر دوستانشان که دیگر کار میکنه امید را در افغانستان ایجاد میکنه اگر که تا حال نتانستیم انشالله بعد از یک سال پایدار را میخوایم در افغانستان در کنار زحمات شما جوانه خیلی جد خوشحال شدم از تون در برنامه بسیار تشکر سلامت باش، موفق باشین امیدوار هستم این تاریخ سیاه از ذهن همگی ما پاک شوه و ما و امید فردای بسیار خوب و تاریخ بسیار خوبی هستیم که در هر صفحه از افغانستان و تاریخش تمامش حرف های خوب و روشن زده شده باشه